بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت همه همراهان همیشگی برنامه روشنا. امیدواریم که در هر جایی که هستین سعادتمند باشین، به خصوص شما عزاداران امام حسین. میفهمم که در این روزها و شبها دلها و قلبهایتان پر میزنه به سمت نجف و حرم امام حسین کربلا. چاره نداریم به غیر از اینکه بگوییم به تو از دور سلام و از امام حسین علیه السلام بخواهیم و از خدای بزرگ ما بخواهیم که به حق امام حسین علیه السلام امنیت، صحت و سعادتمندی، جان جوری به همه شما عزیزان هموطن و هر کدام از شما عزیزانی که بیننده برنامه ما هست عطا کنم. اما با برنامه روشنا که به صورت زنده و مستقیم مهمان خانه های شما عزیزان هستیم، با شما همراه و همگام هستیم و امید داریم که شما هم تا آخرین لحظات همراه ما باشین. مثل همیشه نمبر واتساپی را برای شما عزیزان بیان میکنم و میتونین که امروز پرسان کنین، مشاوره بگیرین، سوال، درد و دل، گپ، انتقاد، پیشنهاد، هر گپی که دارین میتونین با ما در ارتباط باشین. مثبت 964-780-255-40-13. خواهر خوما خانم رضایی کارشناس امروز برنامه ما هستن. سلام تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور همه بینندگان محترمی برنامه و آرزومندی هستم که در ایام اواخر ماه صفر و ایام اربعین سرور سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین، خداوند به همگی اونهایی که توفیق زیارت امام حسین رو داده انشاءالله از اونها قبول بفرماید و همینطور دعا میکنیم که انشاءالله اونها همه او عزیزانی که مشرف شدن نایب و زیاره باشند از طرف همه او افرادی که به فرمانده شما جا ماندن، حالا یا به خاطر مثلا در کشور ما شرایط متاسفانه امنیتی و ممنوعیت‌ها و محرومیت‌هایی هست، یا که به علت شرایط کرونایی که طبیعتاً هم مثل سال گذشته امسال هم در سرتاسر جهان بوده و خب یک محدودیت هایی ایجاد شده، ولی خود ما در روایات معصومین علیهم السلام داریم که شما به دلیل اینکه ائمه علیهم السلام هم به لحاظ کرامت وجودی نازنینشون و هم به لحاظ اینکه به عبارتی حاکم بر زمان هستند، از هر جایی، از هر مکانی، فقط به نیت قربت الله و به نیت واقعا ارادت و محبت به ائمه اهل بیت، به هر کدوم از ائمه و به وجود نازنین پیامبر از هر جایی سلام کنیم، قطعا خواهند شنید و حتما بر اساس کرامتشون جواب خواهند داد. انشاءالله که خداوند چه زیارات نزدیک اون عزیزانی که مشرف شدن و چه زیارات کسانی که از راه دور سلام دادن مقبول بفرماید و به حرمت خونه پاک سید و شهدا و اصحاب و یاران بزرگوارش انشاءالله صلح و امنیت و آرامش در سرتاسر جهان و به ویژه در مملکت ما برقرار بگردد و مشاهد توسعه، پیشرفت و آبادانی کشورمون باشیم و مردم ما از این همه سردرگمی و این همه سرگردانی و متاسفانه رنجی که در طول سالها کشیده و میکشن خلاص بشن انشاءالله. الهی آمین. انشاءالله. لطف کردین. خب اما بپردازیم به موضوع برنامه خود ما و ای که ما در روزهای سه شنبه چه موضوعی را همراه بیننده های خوب ما شروع کردیم و گفتگو کردیم. امید در زندگی. خب و اما گفتیم که ما امیدهای زیادی داریم که زیباترین و بزرگترین از او امید به خداوند هست. این موضوعات ما در برنامه قبل گفتگو کردیم و خواهر خوما خانم رضایی عزیز مفصل در این رابطه صحبت کردن با شما عزیزان بیننده. اما امروز میخواییم بپردازیم به این موضوع که امید به خلق خدا، آیا ما اجازه داریم به این موضوع که به خلق خدا هم امیدوار باشیم یا که نه؟ خانم رضایی، این سوال محو همه بیننده های عزیز ما هست. بله. که آیا ما میتونیم به خلق خدا هم امیدوار باشیم یا که نه، صرف امید به خداوند است؟ بله، تشکر میکنم از باب توضیحی دادید در مورد اینکه مبحث ما در برنامه های قبلی چی بوده. عرض به حضور شما که ما در مورد پیرامون امید به خلق خدا و امید به دیگران به عبارت ساده تر این مبحث رو من امروز انشاءالله در دو بود ما مورد بررسی قرار خواهی داد. یک قسمتی که مربوط به مباحث اعتقادی است، آیا بر مبنای آنچه که در روایات ائمه معصومی و حتی بر مبنای برداشتی که ما از آیات قرآن مجید داریم، آیا امید بستن به غیر خدا و امید بستن به خلق خدا درست هست یا نیست؟
و بعد باز در قسمت دوم مباحث انشالله میپردازیم این که آیا از لحاظ روانشناسی و از لحاظ علمی امید درست. بستن و به عبارتی می شود گفت که تکیه کردن یا اعتماد به سالا، بله اعتماد بله که البته نه، امید بستن و امیدوار بودن و یا به اصطلاح به دیگران وابستگی و تکیه گاه قرار دادن دیگران آیا درست هست، ثمرات مثبت داره یا ثمرات منفی. اما در مبحث به عبارتی آنچه که در اعتقادات ما و در اصول دینی ما هست، ما بر مبنای روایت رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و همینطور از حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت نقل شده که هر کسی که به غیر خدا امید ببندد امید او نابود خواهد شد و این به درست. عبارتی به صورت مستقیم نهی است از اینکه بله بله. بنده خدا حق ندارد به کسی غیر از خدا، غیر از خدا. امید ببنده و یعنی حتی خیلی وقت رد شده، رد شده بله. و حتی به خیلی وقتها داریم که حتی دعاهایی که ما به مرور خدای من رو به کسی غیر خودت واگذار مکن، الهی لا تکلنی الا حتی به نفسی، بله الا بله. نفسی طور طرفت عینن ابدا. پس بنابراین در به طور کل در اینکه آیا به کسی دیگری غیر از خدا امید ببندیم، حتی آیا به خودمان، به نفس خودمان امید ببندیم، در یک معنی اگر نگاه کلی داشته باشیم ما در مبنای بر مبنای روایات دینی ما نشده، نکنیم این کار. خب حالا سوال میشه که مطلقاً وقتی که میگیم به غیر خدا امید نبندیم یعنی به هیچ کس دیگر امید نبندیم، میگین من چرا؟ چون ما ذات اقدس الهی رو که در مقام الوهیت در بالاترین مراتب قرار میدیم، طبیعتاً پس از ذات اقدس الهی انبیاء الهی و پیامبران اولوالعزمی که صاحبان شریعت هستند، کسانی که فرستاده و رسول پروردگار متعال هستند و هدف از ارسال اونها و بعثت اونها و پیامبری اونها است که راه رو به دیگران نشان بدن. خب حالا بعد از من امید به خدا هست، حالا بعد از اینکه من میخوام یکم انسانی تر با این قضیه برخورد کنم، کمکی به عبارتی میشود گفت که مرحله او رو پایین تر بیارم برای اینکه آیا من انسانهایی رو داشته باشم که میتونم به انسانها امیدوار باشم. ببینید ما پیرامون این که مثلا بگیم که آیا ما به صراحت داریم که به پیامبر امید داشته باشید، مثلا به ائمه معصومین امید داشته باشیم و یا به حضرت زهرا، ما نداریم یک همچی قسم. ولی از طرفی می شود به یک معنا یک برداشت به اصطلاح متناسب با ترکیب کرد یا به اصطلاح ساده تر به لحاظ موضوعی یک تفسیری داشت، مبنی بر این که ما وقتی که در آیات صریح قرآن داریم که می‌فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اطاعت پیغمبر و اطاعت ائمه علیهم السلام دقیقاً مستند میشه و متصل میشه و در ادامه اطاعت خدا و رسول خدا و اطاعت خدا و رسول خدا و ائمه قرار میگیره. خب طبیعتاً ببینید وقتی دستور صریح به اطاعت داده میشود یعنی منزلت، جایگاه و رفتار و سلوک آنها به گونه است که تخطی از امر خدا و خواسته الهی و فرمان به عبارتی دستورات الهی ندارن. حالا به این استنادی که اینها جایگاه مستحکمی هستن، اعتقادی که ما در مورد شخص رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و ائمه معصومین و حضرت زهرا به عنوان رسیدن به جایگاه و به مقام عصمت داریم، خب حالا آیا می شود به همچین افراد امید بس به دلیل اینکه اینها گناه نمی کنن، بله اینها معصومن، بله. و به دلیل اینکه ما داریم حالا ما در زیارات متفاوت می خوانیم که ما اونها رو اهل کرم دارای سجایای اخلاقی می دانیم، بله. امید بسن به چه معنا؟ من ببینید بسیار معروف است، حالا رو به این دلیل میگم که کمکی به اصطلاح کاربردی تر در وارد زندگی های من بشیم، به درد ما بخوره که این که خب حالا مثلا ببینید ما بسیار داریم در مفاتیح الجنان، بله بله. مرحوم شیخ عباس قمی داریم، مثلا فرض کنید که فلان مثلا عمل رو شما به نیابت از طرف مثلا حضرت زهرا، مثلا این نماز رو بخون، نماز حضرت زهرا، نماز امیرالمومنین، این عمل رو شما انجام بده، مثلا فرض کنید که ثوابش رو هدیه کن، خب ثوابش هدیه میکنیم به روح مطهر حضرت زهرا که چی؟ پس ببینید ما یک امیدی داریم به ای که در جایگاه و منزلت و قداست حضرت زهرا که ما داریم میگیم که خب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیه قرآن است که نص سری آیه قرآن سوره الرحمن میفرماید آیا جزای نیکی، آیا پاسخ نیکی چیزی غیر از نیکی است؟ خب من پس ببینید دارم میگم که من نیتی دارم، من قصدی دارم، من حاجتی دارم، بله. خب حاجتی دارم نذر میکنم، اصلا خود نذر مفهوم خود بله نذر بله. دیگه یعنی به یک امیدی داریم می کار انجام میدم، مثلا مشکلی پیش اومده، خب حالا مستقیما درخواست میکنم، خدا دعا میکنم، مثلا فرض کنید ذکر میگم، ولی به هر حال برای امید، یعنی اینجا یکی از مفاهیم بله. نذر، امید به اینکه خداوند اینها رو وابتغوا الیه الوسیله، اینها رو وسیله قرار داده است، واسطه قرار
وسط قرار داده، من دست به دامان ائمه اهل بیت علیهم السلام و رسول گرامی اسلام و خاندان مطهر میشم و خب نذر میکنم، میگم خدایا اگه حاجت من برآورده شد من نذر میکنم، هزار تا صلوات هدیه میکنم به روح مطهر علی ابن ابی طالب. مثلا فرض کنید نذر میکنم اگه اتفاق افتاد قربانی میدم دو تا مثلا فرض کنید گوسفند یا فلان گاو یا هر چیزی دیگه به نیت مثلا فرض کنید به اصطلاح هدیه به روح مطهر آقا علی ابن موسی رضا، امام کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر. خب چون اینا پیش خداوند ارزش دارن، اصلا مسیر اینها وصل به خداست. همون نسل نسل سری های قرآن که خدمت شما تلاوت کردیم دوستان ما، این وقتی میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت محض در صورتی است که چون پشت سر هم آمدن یعنی این مسیر مسیر بی خطری است. و وقتی که من میگم که آیا امید به شخص حضرت زهرا، نه، امید به اینکه حضرت زهرا وسیله است که اگر من به او به دامن او متوسل شدم، او انشالله به قول معروف به سبب تقرب و نزدیکی که به ذات اقدس الهی داره خواسته ای مرا انشالله به تناسب ای که من واسطه قرار دادم حضرت زهرا رو. فلذا ببینید اگر معنای امید رو به یک معنی تاکید میکنم، ما مستقیما نمیتونیم بگیم نه دستوری داریم و نه آیه ای داریم و نه حتی روایتی که به ما گفته باشد امید ببندید مثلا به حضرت علی، نه. ولی وقتی که ما مفهوم نذر رو یا فرهنگ نذر رو داریم و از طرفی برداشتی که میتوان از آیات قرآن کرد و بسیار کمک کننده هست خانزوری در زندگی های ما، خصوصا در مسائل مشکلاتی که متاسفانه حالا ما در زمانی زندگی میکنیم، در عصری زندگی میکنیم که چالش ها بسیار زیاده در زندگی ما و از طرفی شرایط متاسفانه شرایط فعلی و وضعیت فعلی در کشور ما انقدر نابسامان هست که این ضرورت رو ایجاب میکنه. بنابراین من وقتی که بر مبنای ای که حل جزاء الاحسان الا الاحسان، من به عبارتی دارم ذکر صلواتی رو که دعای مستجاب هست هدیه میکنم 100 تا 500 تا و 1000 تا تقدیم به ساعت مقدس امام حسین علیه السلام، تقدیم به ساعت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، طبیعتا به امیدی است که حالا یا یک وقتی هست صرفا بر مبنای که محبتی است، ابراز علاقه است، ابراز عشق است و گاهی وقتا بر مبنای است که انشالله حالا ما هدیه میکنم به حضرت زهرا به این نیت که انشالله حضرت زهرا هم محبتی بکنه و دعایی بکنه در حق من که انشالله دعا و حاجتی که میخواستم مستجاب بشه. فلذا اگر به این قسم قضیه رو نگاه بکنیم، فقط و فقط تنها خدا و آنهایی که وصلند به عبارتی ذات الهی بر اساس اعتقادی که ما بر معصومیت وجود نازنین رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و اهل بیت آن بزرگوار داریم و امامان معصوم داریم، بنابراین این مبنا می شود مبنای درستی که خب گفتم تاکید هم کردم که می شود کاربردی باشه در زندگی های ما و از او به نحو احسن ان شاء الله استفاده بکنیم. پس این اما به غیر خدا به غیر خدا، چرا به غیر خدا و انسان نیست از جنس ما؟ همین قبل از اینکه به غیر از خدا بریم یک سوالم داشتم در این زمینه. ببینید مثلا ما پیامبران و امامان گفتن، آیا مثلا نسبت به پدر و مادران و کسایی که یک کمک جایگاه مثلا ارزشی دارن برای ماها، اونا میتونن حساب شون؟ بله، ببینید ما در توصیف مؤمنین داریم که به عبارتی در آیه قرآن آمده است که مؤمنین کسانی هستند که اشداء علی الکفار، آیه قرآن هست در مورد وجود نازنین پیامبر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، محمد رسول الله صلی الله علیه و محمد و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. پس بین خود رحمت دارن، محبت دارن. پس این وقتی که میفرماید رحماء بینهم یعنی این انسان هایی هستن که به هم دیگه کمک میکنن، اصلا لطف دارن به هم، محبت دارن. پس وقتی که خداوند توصیف میکنه که آنانی که همراه پیامبرن به پیامبر ایمان آوردن و به عبارتی سیر و سلوک و رفتار و کردار اونها مستند هست به رفتار و کردار پیغمبر و به عبارتی می شود گفت مسلمان مؤمن هستند. حالا ما به مؤمن می توانیم ایمان امیدوار باشیم، به خود مؤمن از بابی که یک انسانه نه، ولی به ایمانی که او به خدا دارد، به خود پدر و مادر به عنوانی که من مثلا فرض کنید امیدوار باشم پدرم برای این کاری میکنه، ما نه، به دلیل اینکه باز اینها واسطه فیض الهی هستن و اینها مرا تربیت کردن، من از طریق شیر او بزرگ شدم و پرورش یافتم، من از طریق دست رنج او بزرگ شدم، به این معنا که به خود پدر و به خود مادر امیدوار باشیم نه، ولی به این معنا که اونها، حتی باز در قرآن داریم که دستور صریح حضرت سبحان است که و بالوالدین احسانا، این توصیف و به عبارتی توصیه و تاکید به اینکه اینها احسان کنید به جهت همون رابطه محبت آمیز و لطفی است که بر اساس سرشتی خداوند در وجود ما، مثلا ببینید ما این به عبارتی حالا بحثی است که آیا مادری غریزه است یا یک احساسه، که خب متاسفانه بسیار از موارد دیدیم که بعضی از مادرها رفتار اینا متاسفانه اصلا انسان، پس بنابراین میگن مطلقاً غریزه نیست یا به عبارت ساده‌تر ما در انسان غریزه‌ای نداریم، ولی
احساس مادری و محبت مادری اول نعمتی از طرف پروردگار متعال. خب وقتی احساس اینقدر پررنگه، این رابطه اینقدر قوی است، حالا من به عنوان یک فرزند آیا میتوانم امیدوار به لطف پدر و مادر باشم؟ تاکید میکنم به ای که خود او، من امیدوار باشم که پدرم برای من کاری بکنه، امیدوار باشم که مادرم برای من کاری بکنه، نه، چون دقیقا همانی است که در روایات داریم که هر که به غیر خدا امید بست امید او نابود خواهد شد. ولی از اونجایی که اونا محبت دارن و این محبت از طریق اراده الهی است، بر مبنای اون محبت اونا انشالله امیدواریم که خب الان مثلا مادرم که ما بدی نمیکنه، مادرم که بعد دعای پدر مادر، بله، مادرم که مثلا بعد من نمیخواد. و باز احسن بر شما، یه نکته فوق العاده جالبی که حتی داریم که حتی بعد مرگشان هم این همون رابطه هست. بله، همون بله. توصیه از حضرت سبحان است که داریم که یکی از موارد دیگه دعا استجابت میشه، میفرمایند که مادر و پدر تو اگر زنده هستن در زمان حیات اونها برو بگو که اونها دعا کنن برای تو که مستجاب بشه، و اگر هم که به عبارتی به رحمت الهی رفتن میتونی سر مزار اونها بری و از اونها خواهش کنی به عبارتی که اونها برای تو دعا بکنن، چون ما اعتقاد به عالم ارواح داریم. بله، دیگه دقیقاً. خلاصه ای که وقتا مثلا در زبان ما هست، مثلا اولاد خودم میبینم میگم دیگه مثلا من به تو امید ندارم، این منظورشان چیست؟ با واقعیت مثلا آدم نیست احسن باشم، به یک نفر آدم میبینم میگم من دیگه از وجود تو ناامید شدم، احسن باشم. این همون مبحثی است که انشالله در حالا بعد از فاصله که آیا در به لحاظ روانشناسی آیا ما این مجوز رو به لحاظ سلامت روانی و به لحاظ انسانیت خودمان آیا میشود گفت درست است که به دیگران امیدوار باشیم یا نیست، انشالله بررسی خواهیم کرد. درست است، بسیار خب. ادامه صحبت و مباحثی که خب به هر حال امید به دیگران و ای که گفتین که ما به امامان حتی به پیامبران هم میتونیم امید داشته باشیم، چون اونها متصل هستن به خداوند بر مبنا اینکه واسطه هستن. بله بله. خب ببینید، فقط یک نکته رو من میخوام خدمت عزیزان داشته باشیم که این اتفاق زیاد میفته. همین مبحث نذر و یا حاجت داشتن، من بسیار دیدم که یا حتی دعا کردن. حالا چون ما دعا رو مستقیما بر مبنای آیات قرآن هست که ادعونی استجب لکم، بخوانید من را دعا کنید تا اجابت کنم، یا در آیه آخر سوره مبارکه فرقان که حضرت حق میفرماید که اگر دعای شما نبود قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اصلا خدا هیچ توجه و عنایتی به شما نمیکرد اگر داشت. بس دعا بسیار بسیار مهم است. یک مشکلی که خصوصا در مورد جوانها بسیار بسیار اتفاق میفته، ما داریم، خب باز تاکید میکنم در بسیار از کتب معصوره ما، حالا من جمله چیزی که خیلی به عبارتی جا افتاده تر هست که همه از او استفاده میکنن، مفاتی که در خانه های ما هست. بله. خب داریم که مثلا برای برآوردن فلان حاجت این قسم دعا کنید، این نماز رو بخونید، ایتو کنید. و خب داریم نوجوان ما، جوان ما، حتی بزرگسال ما مثلا مشکلی داره، مسئله ای داره، و بعد متوسل میشه و توسل خود به یک معنا توسل یعنی امیدواری به این که یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند اللهی که ما در دعای توسل میگیم، یعنی من تو رو واسطه قرار دادم و امیدوارم که خدا به خاطر تو و به وجود بیان وجود تو عظمت تو. یک اتفاقی که میفته است که خب عزیز ما نذر میکنه، حاجت میکنه، و بعد میره همون نماز رو میخونه، همون دعا رو مثلا نوشته شده که 40 باری کار انجام بدیم، 3 هفته ای کارو بکنیم، در فلان ساعت فلان نماز رو بخونید، ان شاء الله حاجتتون برآورده خواهد شد. و اتفاق نمیفته. خب ای باز دوباره میگه که خب شاید روزش عوض شد، شاید درست نخوندم، و میبینیم که تکرار میکنه ولی خب حاجتش برآورده. اتفاق بعدی که میفته، کمی بسی که شما اشاره کردین یک مبحثی، بعد مشکلی که پیش میاد این که امیدش به طور کلی از خدا و از پیامبر و از ائمه مسیح به طور کل ناامید میشه. و خب حالا این ناامیدی یک طرف، بعضی از وقتهای اتفاق میفته که طرف کلا رویگردان میشه از دین و اعتقاد، از دین و از همه چی. بله. خب اشکال جدی وجود داره و هم هست که چی؟ که ببینید، ما اصلا معنای امید، یادتان هست که ما وقتی امید رو، مبحث امید رو که مطرح میکردیم، دو تا یک مبحثی قبل از امید داشتیم و یکی بعد از امید. اولی است که اول شما هدفت رو تعیین بکن، برای او هدف برنامه ریزی بکن و بعد امیدوار باش که انشالله تحقق پیدا خواهد کرد، و بعد از او شروع کن به تلاش کردن. خب تلاشتو داشته باش. خب خیلی وقتها، خیلی از زمانها حاجتی که من میخواستم چیزیست که از لحاظ ابزار و امکانات و وسایل مادی هیچ برنامه ریزی برش نکردم، هیچ تلاشی برش انجام ندادم، یا ای که من نیتم کردم برنامه ریزی کردم ولی بعد از او دیگه مثل او که قبلا هم صحبت کردیم گفته از تو حرکت از خدا برکت. بله. و می نشینم بی تحرک و بدون هیچ عملی، بعد انتظار دارم خب چرا برآورده نشد حاجت من به صرف ای که من این نماز می خوانم، آیا حتما اون بار نه دیگه، بعد تلاش قبلیش به عبارت لیس الانسان الا ما سعا، تلاش و کوشش. این اتفاقی که میفته اینه که ببینید، وقتی که تاکید میکنیم بر این که با لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید، و از طرفی دست توسل بجوید، خود پروردگار متعال فرمود وابتغوا الیه الوسیله، برای رسیدن به من
به عبارتی وسیله بجویید، ما متوسل بشیم به عبارتی ائمه معصومین و وجود نازنین پیامبر صلوات الله و سلام علیه. مسئله است که اول بدانیم که قصد و غرض و نیت ما چیست. درست. خدایا تو حاکم، قبلا یادتان هست که ما در مباحث گفتیم اعتقاد به این که عالم مطلق است، حکیم مطلق است و قادر مطلق است و از همه به من مهربانتر، رحمان و رحیم مطلق است. اگر با این اعتقاد پیش رفتیم و لفظه باید بشینیم بررسی کنیم، پس شاید اون چیزی که من میخوام به مصلحت من نیست. بله. شاید علم خدا حاکم، شاید ای الان خوب نیست، 2 سال بعد به دردم خواهد خورد، 5 سال بعد به دردم خواهد خورد، 10 سال بعد به دردم خواهد خورد. یا عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. بله، از کجا بله. معلوم که چیزی که من میخوام فکر میکنم به نفع من، از کجا به ضرر من نباشه؟ دقیقا. پس رحمانیت خدا جلوی استجابت دعای ما رو گرفته. و این مسئله است که بسیار از موارد متاسفانه در مورد عزیزان ما اتفاق میفته و من تاکید میکنم باوره و همون صفاتی که ما در مورد حضرت صبحان گفتیم، ترکیب اونها باعث میشه که انشالله هیچ وقت ناامید نشیم. بله، میان برنامه داریم آماده نش تقدیم عزیزان بیننده. خب امیدوار هستیم که همچنان تا آخرین لحظات که همراه ما مثل همیشه بودن امروز هم باشن و سایر روزا هم حتما برنامه ریزی کنین که ساعت 11 بیننده برنامه روشنا باشین. تقدیم شما. رسید انتظار آخرای سرورم، مهیای دیدار پیغمبرم. اگر مادرم نیست در کربلا، بود روی دامان زهرا سرم، به سوی حرم یا سرورم. از این در خدمتی دوستا باشیم تا ببینیم از کجا آمدن، کجا میرن و قصد نیتشان چی هسته. یک نفر شما رئیس کاروان کیه؟ خب آقای سجادی خودش معرفی بکنه اول، ببین از کجا آمدن و چیکار میکنن و قصدشون چی است. برای سلام علیکم برای تمام بینندگان عزیز، ما از ولایت خندر آمدیم. سجلیل هاشمی. بله، 102 نفر از کاروان ما از ولایت خندر آمدیم. 102 نفر. بله. اسم کاروان ما جواد الایم است. کاروان جواد الائمه علیه السلام از ولایت قندهار. بله. بله ولایت قندهار. چه رقم آمدین، مسیر آمدنتون چه رقم بوده؟ اول آمدین مشهد، آمدین هوایی، آمدین زمینی؟ نه، از قندهار حرکت کردیم سمت هرات. زمینی آمدیم، از هرات هم مشهد مقدس، 2 شب مشهد بودیم، باقیش هم آمدیم جانسن عظیم کربلا هم دیگه. چرا زارین این زمان انتخاب کردن برای زیارت؟ چون سفر عشق، سفر عشق اربعین حسینی باید همین زمان بود. دفعه چندم است؟ دفعه هفتم ما یک میره. دفعه چندم است؟ اینم بعضیشان 2 دفعه شده، 3 دفعه شده، بعضیشان بار اولش هم سفر عشق میرن. چون سفر عشق سفر اربعین. چی دیدی از حال و هوا و بالاخره خدمت شما رسید، احساساتی حیاتی که آوردی بین راه تا اینجا، چی دیدی از اینا چیزایی هست که ما باید اشاره کنیم؟ بله، اینا دوست دارن کربلا برن، همشان که اسم کربلا رو میبردیم بین راه همشان گریه میکردن. بعضی هستن عشق داشتن که برن کربلا، هستن اصلا صبح پیش از نماز میگفتن ما میخیم بدون وایزه رد شیم. میگفتم نرین، بالاخره عشق دارن، همشان عاشق حسینن، شیعه نمیشن، باید عاشق باشن، عاشق همین قسمتی که میرن. قاری صاحب شما؟ قاری حکمت الله یکی از مدعای کاروان جواد الائمه است. مدعا هستی؟ بله. یعنی ماشاءالله، احسن. شما حالا ما بهشون کار داریم، شما کی هستین؟ بله، پیش بیا. ما جلیل احمد هستم، از ولایت قندار آمدیم با زیارت سید الشهدا، آمدیم که زیارت کنیم. بخیر ما محبوب شای علوی هستم، از ولایت محبوب شای علوی از قندهار بر زیارت کربلا میره، بار اول مایه. بله بله. احساس میکنی چی؟ دیگه با اصلا احساس میکنم که خواب میبینیم یا بیداریم، اصلا یک چیز. بله. قبل تصاور دیده بودی جایی دیگه؟ عکساش دیده بودی؟ نه دیگه، هنوز نرفتیم اون طرف پایی. عکساش دیده بودی؟ با تلویزیون. بله بله، عکساش دیده بودیم. بله. من شعیب احمد هستم، از قندهار آمدم. دفعه اول تاسه؟ آره. چی شما چه حسی حالی دارید؟ چی؟ یک بسیار هوای عشقی نه، تمام هر کدام چیز داره که بره هر بلا بره. خیلی خوب. خب قاری صاحب اگر دوست داشته باشین یک چند
بیتی چند شعری بخونید با هم لهجه قنداری خودتون بخونید. آها با هم لهجه قنداری خودتون بخونید. درسته. وا حسینا وا حسینا وا حسینا وا حسینا وا حسینا نا قافله سالار بلا که مرا میبری قافله سالار بلا که مرا میبری از سر نشی پدرم و کجا میبری از سر نشی پدرم و کجا میبری چی کنم با دلم چی کنم با دلم مانده اینجا دلم مانده اینجا دلم مانده اینجا دلم وا حسینا وا حسینا سینه سوزان مرا تو نمک میزنی سینه سوزان مرا تو نمک میزنی همه مظلوم مرا تو کتک میزنی همه مظلوم مرا تو کتک میزنی همه هم را مزن همه هم را مزن همه هم را مزن او بود جان من او بود جان من وا حسینا وا حسینا وا حسینا جسم شریفی شهدا به زمین ماندن جسم شریفی شهدا به زمین ماندن بر بدن بی سرشان از پا راندن بر بدن بی سرشان از پا راندن آن بدن آی پاک آن بدن آی پاک آن بدن آی پاک شده غلطان بخاک شده غلطان بخاک وا حسینا وا حسینا. خب بازم خوش آمدید میگم به شما عزیزان برنامه روشنا که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه و ادامه صحبت ها و گفتگوی ما که در رابطه با امید و دیگران ببینیم که در این مورد چه صحبت هایی دارن خانم رضایی عزیز. خانم رضایی صحبت ها رو ما شروع کردیم نسبت به این موضوع و چقدر زیبا بیان کردین و ای که انسان ها نباید به غیر از خداوند امید داشته باشند. بله. هیچ وقت نباید امید به دیگران داشته باشند. امید محض به خداوند بسیار زیبا هست. بله. که انسان توکلش و راضی به رضای خدا بودنش همیشه و همیشه باشه و اون وقت هست که شاید بسیاری از موفقیت هاش در زندگی حتما می باشه. بله. ولی خب بازم شما صحبت هایی داشتین در این مورد و اینکه بله. به پیامبران و امامان هم چرا که آنها واسطه ای هستن از برای ما و خداوند و اونها هم ما میتونیم امید داشته باشیم. خب بازم در این رابطه ها صحبت هایی دارین بشنویم. بله خدمت شما عرض کردم و همینطور خدمت همه بینندگان عزیز که الله یک بسی از مباحث اعتقادی و روی کرده نگاه دینی و مبنای ارزشی به قضیه نگاه میکنیم و یک بسی مباحث روانشناسی. خب آیا سوال اینجاست که در روی کرده کلی در مباحث روانشناسی ما امید داشتن به دیگران توصیه میشه یا نمیشه؟ ببینید ما البته خب بحث وقتی که بحث روانشناسی میکنیم در روانشناسی غربی به عبارتی مفاهیمی مثل توکل مثل اعتماد به خدا به اون معنایی که ما در مباحث دینی داریم جایگاهی نداره. ما اصلا چیزی تحت عنوان توکل رو در به عبارتی علم روانشناسی مدرن نداریم. یعنی اینکه تو به عبارتی تاکید میشه عزت نفس، خودت رو توانمند احساس کن، خودت رو قبول داشته باش، اعتماد به نفس و آنچه که خودت داری، به توانایی‌هایی که خودت داری باور داشته باش. بنابراین خب حالا اگر که این مبحث رو بیاریم از شاخه روانشناسی به اون نگاه بکنیم، بنابراین سوال ایجاست که آیا ما بر اساس مفاهیم روانشناسی و بهداشت روانی و سلامت روان آیا امید داشتن یا امیدوار بودن به دیگران توصیه می شود یا نه؟ خیر، یعنی در روانشناسی هم ما همچی چیزی نداریم. چرا این اتفاق می افته؟ ببینید ما دو تا حالا واژه داریم که بسیار بسیار مهم است و جز به اصول اساسی در سلامت روان یک فرد هست. یک انسان سالم و یک شخصیت سالم کسی است که اول عزت نفس دارد و دوم در موارد متعددی ویژگی‌های متفاوتی اعتماد به نفس دارد. خب عزت نفس یعنی
احساس ارزشمندی. من موجود ارزشمندی هستم. حالا زنم یا مردم، مثلا فرض کنید که با چه قد و هیکلی هستم، چه مثلا ویژگی های ظاهری دارم، و از طرف دیگه اعتماد به نفس، من چه کاری را فلان کار رو بلدم. اعتماد به نفس دارم در زمینه مثلا فرض کنید که صحبت کردن، در زمینه نوشتن، در زمینه کار کردن، هر خودش اعتماد داره. خب پس بنابراین ببینید، حالا وقتی که ما مفاهیم عزت نفس و اعتماد به نفس رو بررسی میکنیم، بیان میکنیم، به غیر این مسائل گفته میشه، مثلا اگر که بیای بعد میایم دو تا مفهوم دیگر رو بررسی میکنیم، میگیم دلبستگی و وابستگی. دلبستگی چیز خوبی است؟ بله. دلبستگی برای به خاطری که ما برقرار میکنیم رابطه عاطفی رو با یکی دیگه، که از بچگی شروع میشه، تقریبا شش ماهگی آغاز به عبارتی شروع و ابتدا یا به اصطلاح استارت دلبستگی به عبارتی اتفاق میفته که کودک، طفل، نوزاد به والدین، و بعد گسترش پیدا میکنه، خواهر، برادر، کاکا، ماما، پدر کلان، مادر کلان. دیده باشید بچه های یک ساله رو یک، خب پس او رو تحت عنوان دلبستگی، خب چیز خوبیست، بله. ولی دلبستگی به معنایی که به اصطلاح نه رابطه عاطفی برقرار کرده، به دبستان داره، یعنی با او به لبخند میزنه، او هم لبخند میزنه، او رو دوست داره، به او توجه میکنه، او هم به او توجه میکنه. منتها این که امید داشتن به دیگران به معنای این که آیا ما به عنوان یک انسان سالم، زمانی که تکیه کردیم به کسی دیگه ای، یعنی خودمان به اصطلاح گفتیم که مثل اینکه میگه من تو نباشی من میمیرم، یا اون چیزی که نکته مثال خیلی خوبی که شما اشاره کردید، بچه‌م دیگه من به تو امیدوار بودم، دیگه امیدم از دست رفت. من تا همین لحظه فکر می‌کردم که تو فهم. چرا؟ دقیقاً به دلیل خاطر همون نتیجه‌ای که بعد از اون می‌گیری. بله بله. من به تو امیدوار بودم، ولی دیگه وقتی که امیدت از یه آدم از دست میدی، چه اتفاقی می‌افته؟ آن چیزی که در من اتفاق می‌افته شکسته. احساس یأسه. و این یأس به خاطر چی پدید آمده؟ به خاطر اینکه من بیش از اندازه یعنی عزت نفس خودم رو، چون ببینید خودم رو احساس ارزشمندیم پایین آمده، بله، و احساس ارزشمندی رو برای یکی دیگه بسیار بالاتر دیدم، یا به قول بسیار به او تکیه کردم، اصلا یا به او تکیه کردم. پس یا دلبستگیم از سمت دلبستگی انحراف پیدا کرده، به وابستگی ختم شده، همین که من بتونم، من اگه فلان نباشه میمیرم، یا مثلا دیدید که میگی که بچه‌م این کار انجام بده، فلان من تو نباشی نمیتونم. خب عزیزم اگه دست دارم، خب تم داری، اگه من مثلا چشم دارم، خب نه، این یعنی وابسته شده، یعنی انقدر پیشرفته این دیگه از امید یکم فراتر رفته، وابستگی شدید. فلذا امید به دیگران داشتن به یک معنا، مادامی که ما رو یک از عزت نفس ما، به عزت نفس ما آسیب میزنه. چرا؟ بله، چون وقتی که من به کسی امیدوارم، یعنی خودشو نادیده میگیره، یعنی من خودم پایینتر از گرفتم رو بسیار زیاد، بله، بالاتر، بله، از خودم احساس کردم، پس عزت نفسم داره آسیب میبینه. و زمانی که من بیش از اندازه به کسی تکیه کردم، یعنی توانایی ها و استعداد های درونی خودم رو ندیدم، همش میخوام که یکی دیگه یعنی فیلم اگر قراره که کاری انجام، بله، بشه، بله، اگر قرار اتفاق بیفته حتما او باشه، اگه او نباشه اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین بر این اساس اگر که بیایم ساده تر بگیم، امیدواری بیش از حد به دیگران، حالا چرا تا یک اندازه ایش مطلوبه؟ اصلا ما داریم یک مبحثی در روانشناسی عنوان امید باینده، اونتا امید باینده با چی توصیف میشه؟ با همون مبحثی که من قبلا خدمت شما، هدف گذاری. افرادی که امید به آینده دارند، قطعا برای آیندهشان از همین لحظه نشسته، هفته بعدش رو برنامه‌ریزی کرده، ماه بعدش، سال بعد، حتی از همین لحظه برای 10 سال، یعنی امیدوار است که 10 سال دیگه زنده است، اگرچه خودش میدونه که ممکنه یک ساعت بعد زنده نباشه. منتها این حس درونی، همین اعتماد به نفسه، بله، و عزت نفسه، ما موجود ارزشمندی هستم، میخواهم به فلان هدف برسم، از همین امروز، ولو که اون هدف 5 سال بعد باشه، ولو 10 سال بعد باشه. پس بنابراین امیدواری بیش از اندازه به دیگران، هر زمانی که عزت نفس و اعتماد به نفس مرا دوچار آسیب بکنه و او خدشه وارد بکنه، درست نیست، یعنی به طور کلی در ما. اما تا یک مقداری خوب است. کدوم مقدار؟ من امید دارم به شما، یعنی امیدواریم به ایست که چی؟ من شما رو دوست دارم. یعنی رابطه یه دلبستگی بین ما و شما اتفاق میفته. ما یک بدبستان عاطفی داریم. من شما لطف میکنم، من لبخند میزنم، شما لبخند میزنی. من برای شما سلام احوالپرسی میکنم، میگم که مثلا عزیزم، جانم، شما متقابلا باز دوباره به من ابراز محبت میکنید. در حدی یک همکاری، همدلی، کمک. بله. خب این یکم جلوتر میره. خب پس فردا من ناجور میشم. خب من امیدوار هستم به دلیل اون رابطه عاطفی که با شما داشتم، و مثلا الان دو روز است که هیچ گپی نشده، من هر روز مثلا شما یک پیامی، یک مسیجی به من میفرستادین، من جواب شما رو میدادم. خب من یک به خاطر این رابطه، نه اینکه من خودم ارزش خودم زیر سوال نمیبرم، یک من بیش از اندازه به شما تکیه نکردم، دو ولی بر مبنای همون خاطره خوب یا همون رابطه‌ای که بین من و شما شکل گرفته، میگم که خب الان من دو روز است که از خانم زوری خبر نگرفتم. خانم زوری احتمالاً یک تماسی با من خواهد گرفت، یا یک پیامی خواهد فرستاد که فلانی حالت خوب است یا نیست.
به این اندازه اشکالی نداره، چرا؟ چون روابط انسانی مستحکم‌تر میشه. یعنی ما بر مبنای این گزینه و حتی اگر جلوتر بریم، خب میبینم که 3 روز شد 4 روز شد مثلا شما ما پیام ندادید، بعد یک گلایه کوچیکی که حال خوب میشه سلامتی به دست میارم، یک پیام کوتاهی میفرستم میگم که خب حالا مثلا شما که از ما خبرم نگرفتید. یعنی چی؟ یعنی نه که من امید بیش از اندازه به شما نبسته بودم که الان احساس یأس برام دست بده، فقط یک گلایه کردم و خود شما توضیح میدید که مثلا من مشکل این. ببینید رابطه دو طرفه است و مستحکم میشه و هیچ آسیبی به طرفین نمیرسه. اما اگر من بیش از اندازه به شما گفتم، تاکید میکنم، دلبستگی مبدل شد به وابستگی، بله بله، و بیش از حد به شما تکیه کردم یا احساس کردم که همون جمله معروف که تو نباشی من میمیرم، اتفاقی که میفته به خاطری که آسیب به خودم میزنه. یعنی من اگر بیش از اندازه به هر کسی امیدوار باشم، به لطف بیش از اندازه او، به اینکه او همیشه باشه، همیشه هوای مرا داشته باشه، همیشه مرا ببینه، همیشه به من توجه بکنه، بسیاری از موارد، حالا بحثایی که ما در بحثای تربیتی در مورد کودکان داریم خصوصا، تاکید میکنن که از 5 سالگی آهسته آهسته استقلال به بچه هایتان بدین و او رو زیادتر کنین به خاطری که او عزت نفس شکل بگیره. بله. چرا؟ چون اگر که پسان فردا رفت در مکتب، خب شما که نیستی دیگه. اگری بیش از اندازه امیدوار باشه که همیشه مادرم، بله، مثلا کتاب و دفترهای بله، بله، من رو جمع خواهد کرد، مادرم فلان کار رو برای این خواهد کرد، خواهر کلانترم این کار رو میگه، خب بعد در مکتب که رفت نشست، خب همینجور میمانه، هیچ کی هم نیست. خب او سنفی شاید نخواست، شاید اصلا دوست نشد، شاید رابط و اصلا الزامی هم نداره، او وظیفه‌ای در قبال بله، بچه نداره، بله، یا روزای اول دوم هفته اول انقدر به این نزدیک نشده که بخواد به این لطف بکنه. بنابراین اتفاقی که میفته بچه آسیب میبینه، طفل آسیب میبینه، سایر اون به عزت نفس خودی و من آدم احساس میکنه که پس اینا مرا دوست ندارن، چرا اینا به من توجه، چرا؟ چون فکر میکنه اون لازم هست دیگه، او که مثلا کسی بیایه در امید داره به دیگران که بهش کمک کنه، این کارو بیاد، نه معنی وابستگی بیش از اندازه. لذا اتفاقی که در بسیاری از موارد برای ما میفته ایست که ما همین خط قرمز خودمون رو رعایت نمیکنیم. ما رابطه با دیگران، خب طبیعی است که من به عنوان یک انسان لازم هست که با دیگران رابطه داشته باشم، منتها رابطه خودم تا حدی جلو ببرم که یک به عزت نفس خودم آسیب نزنه، دوم اعتماد به نفسم زیر سوال نره. ولی هر نوع رابطه‌ای یا هر حتی پدر و مادر یا برعکسش فرزند، پدر و مادر که الان در این نکته، اون پدر مادر که به سن کهولت رسیدن، پیر شدن، این موضوع با ما هم صد میکنه. بله بله، که یعنی نباید تا به حد امید داشته باشن به اینکه خال ما اولاد ما کلان کردیم، آل امید دارم که اینا مثلا به من توجه کنن، وابستگی بیش از اندازه. این هم همون موضوع میشه. ما افراطی که میکنیم متاسفانه در فرهنگ ما بسیار پذیرفته شده است و به یک معنی میشه گفت جز و آداب ماست، اصلا کلا میگه یسای پیریم است، تو رو کلان کردم به امیدی، بله بله، به امیدی مثلا نشاندم نهالی، یا مثلا بله بله، تو به عبارتی که تبدیل به درختی شدیم تو تگیه کنم. مشکل کجاست؟ مشکل ایست که ببینید من از زمانی که 30-40 سالم است، اگر تمام مدت جوانیم را از مثلا از 20 سالگی تا 40 سالگی بهترین طول عمر باربریم را همه را در قبال او در حال به اصطلاح دهندگی بودم، بله، همه را بخشیدم، همه را مثلا که آینده بچه‌م، مثلا فلان بچه‌م، یعنی دائما در حال دهندگی بودم و این فکر را نکردم که من خودم همین، تاکید میکنم یادتان هست که در بحث امید با آینده داریم میگیم هدف گذاری، برنامه ریزی و تلاش. متاسفانه اشکالی که پیش میاد که در بسیاری از موارد در مورد والدین ما، بله، گفتم در فرهنگ ما اصلا نیست، بله، میکنه، بله، است که تمام مدت خودمان را، بالاترین زمان بهره وریمون را، خودمان را بیش از حد خرج اولادایمون میکنیم. بعد بیا سینی مثلا مثلا متاسفانه حالا هم به لحاظ مشکلات و مصائبی که در مملکت، بله، ما هست، مباحث تغذیه و خب چالشایی که داریم، ما امید به زندگی در مملکت ما بسیار پایین است. من احساس میکنم شاید به 50 نرسه، حالا که در مملکتی مثل ژاپن بالای 80 سال است، یعنی مردم ژاپن به طور طبیعی 80-85 سال عمر میکنن. اگه در مملکت ما یک فلان کسی 90 سالش هم، همه تعجب میکنن که چطور 90 سال عمر کردی، بسیار زیاده، حالا که برای ژاپنیا یا حتی برای بسیار از کشورها این یک چیز طبیعی است، یعنی 85. خب اتفاقی که افتاده است که من تمام مدت بهره وریم رو به عبارتی فقط رابطه، و بعد الان بیش از اندازه بینی تکیه گاه، من برعکسش هم هست که من تکیه میکنم به دیگران، و بعد این از اون طرفم بیش از اندازه به اصطلاح آماده بودن و در خدمت بودن یا یک چی میکنه، او هم اشتباس. چرا؟ چون من هر آن چیزی را که داشتم همه را مصرف کردم، الان خلاص شد. خب خلاص شد و الان احسن در شما خب این اشتباس. یعنی ببینید درسته که ما نسبت به اولادهای خودمان وظیفه داریم، یعنی من مادر، بله، و من پدر، ولی وظیفه ما نیست که خودمان را به طور کامل به عبارتی میشود گفت که تخلیه کنیم و بعد به یک جایی برسیم که خب چرا؟ به خاطری که او هم زندگی داره.
خاله. من 45 سالم شده، تمام 20 سال گذشته زندگیم را وقف کردم در خدمت اولادیم بودم. خب اولادم حالا 20 25 سال است. خب میگه که مادر جان من الان مایون برم فلان کشور ادامه تحصیل بودم. بعد من یک دفعه احساس میکنم که یک اتفاق وحشتناکی در زندگی میفته. چرا میگم بچه من مثلا امیدوار بودم که تو مثلا جوان میشی، کار پیدا میکنی، میمانی، سبای اساسی دست من میشه. خب اتفاق بعد اشتباه میدونید. بر ببینید ما بر اساس فاکتورهای امروز زندگی امروز داریم بحث میکنیم. خب وقتی که اگر که شاید مثلا ما مثل 30 سال گذشته مثلا 50 سال 60 سال پیش این اتفاق تقریبا قابل قبول بود، اگرچه همون زمان هم اتفاق افتاده، ولی الان خیلی بیشتر شد. یا مهاجرت هایی که متاسفانه در مملکت ما اتفاق میفته، اینم دیدم که بسیار آسیب زننده است. خیلی وقت حتی منجر به مرگ پدر و مادر شده، فوت پدر و مادر به شدت یعنی یک احساس افسردگی شدید ایجاد شده به خاطر اینکه امید بسته بود به اینکه جوانم میمونه. خب من تمام زحمتم کشیدم برای اون و این میشود گفت که اشتباه از زمانی اتفاق میفته که ما هر آنچه داریم رو به اصطلاح یک مثالی داره میگه که همه هر آنچه رو که دارید در یک کفه ترازو نگذارید، چون خیلی سنگینی شه یکی دیگه به قول معروف به آسمان بلند خواهد شد. فلذا همیشه او توازن رو و او تعادل رو حتی در بس محبت کردن و رسیدگی کردن و تلاش کردن برای اولادایمون داشته باشیم که خدای نکرده منجر به ناامیدی نشود، به خاطر اینکه خب او هم آینده‌ای دارد، او هم حق انتخابی دارد. تشکر میکنیم خانم رضایی، مانده نباشین، بسیار عالی بود. امیدوار هستیم که امید ما همیشه فقط صرف به خاطر خدای بزرگ ما باشه و به هر حال به این طریق بتانیم به همه مسائل های زندگی ما به خوبی و خوشی برسیم. از حضور شما خداحافظی میکنیم و شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودین از شما هم بسیار تشکر و سپاسگزار هستیم. امیدوار هستیم که در روزهای آینده هم بیننده برنامه خودتان باشین. از آن به وقت کابل فراموشتان نشه نماز اول وقت و ای که ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. التماس دعا داریم از یک یک شما عزیزان و شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم. خدا نگهدارتان. صلوات الله سلام الله.